بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین و اللعنة الدائمة الابدی على اعدائه من العالمین. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلواتی عنایت بفرمایید. موضوع بحث آیاتی که در قرآن تأویل شده است یا تفسیر شده است به وجود حضرت بقیت الله اعظم ارواحنا له الفدا. بعضی از بزرگان 66 تاش رو نقل کردن، مثل مرحوم مجلسی علی الله مقامه الشریف در الزام الناصب 133 آیه نقل کرده است. بعضی از بزرگان دیگر 120 آیه نقل کردن. نظرم است که المهدی فی القرآن اونجا نظرم است از سابق متجاوز از 200 کسری آیه در قرآن تأویل شده است به وجود ولی عصر. تا پری شب که محضر برادرها بودیم ظاهراً 8 آیه ترجمه شد محضر، بله 7 از می شود که 7 آیه ترجمه شده بود خدمت برادرها عرض کردم. امشب آیه 8 از سوره هود، آیه 8 از سوره هود، 8 آیه از سوره هود، آیه 8 آیه شریفه این است: ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة لیقولون ما یحبسه على یوم یأتیهم لیس مصروفا عنهم و حاق بهم ما کانوا یستهزئون. این آیه است. ترجمه این آیه، این آیه راجع به کسانی که مشرک بودند، مخالف بودند، معاند بودند، هرزه بودند، معصیت کار، بی باک در معاصی و در مخالفت، اینا معصیت میکردند، مخالفت میکردند. پیغمبرها میفرمودند که اگر معصیت و مخالفت بکنید خدا عذاب برای شما میفرستید. اینها معصیت و مخالفت میکردند و میگفتند که پس چرا عذاب نفرستاد خدا برای ما؟ به چه علت هم عذاب نفرستاد؟ معلوم میشد که شما پیغمبرها دروغ به ما گفتید و مسخره و استهزا میکردن انبیا و اولیا و مؤمنین را. حضرت حق میفرماید که ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امتن، اگر متأخیر انداختیم عذاب را از اینهای برهه از زمان،
لیقولون ما یحبسه، میگفتند به چه علت عقاب و عذاب نشدیم ما. حضرت حق میفرماید الا یوم یأتیهم لیس مصروفا عنهم، زمانی بیاید و اینها عذاب بشوند و عذاب از اینها منصرف نخواهد شد. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، میرسد به اینها عذابی که مسخره میکردند و استهزا میکردند انبیا و اولیا را. این ترجمه تحت لفظیش. آیه میفرماید ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت، امت از ام، ام مثل قم به معنای انزمام. خود ام معنای لغویش به معنای انزمام، ولیکن در قرآن شش معنا، در قرآن ام به شش معنا آمده است. یعنی ام یک معنا ندارد که مادر باشد، نه، یکی از معانیش مادر است ام، لیکن در قرآن به شش معنا استعمال شده است. یکیش به معنای جماعت است، ام به معنای جماعت. در این آیه شریفه عرض می شود که راجع به بله حضرت موسی و شعیب، لما ورد ما مدین وجد کل امت من الناس. این امه و ام به معنای جماعت است. موقعی که حضرت موسی وارد شد، دید که در چاه مدین جماعتی ایستادن میخوان آب بکشن برای حیواناتشون. امت اینجا به معنای جماعت است. این یک معنا. مکه سوره قصص آیه 21. یک معنای دیگری هست که به معنای فرقه آمده است، طایفه، مثل آیه شریفه فکیفه ازا جئنا من کل امت شهیدن، فکیفه ازا جئنا من کل امت شهیدن. این در اینجا امت به معنای فرقه است که از بله هر فرقه ای از هر فرقه ای یه عده ای شهادت میدن. سوره نساء آیه 145. معنای سوم اطلاق بر شخص شده است. امت به معنای شخص. آیه شریفه میفرماید ورد میشود ان ابراهیم کان امتا قانتا. امت به معنای یه نفر شخص تنها استعمال شده. چهارمین سوره نحل آیه 131 اطلاق بر دین شده است. انا وجدنا آباءنا على ملة، سوره زخرف آیه 21. اینجا امت به معنای دینه، ما یتدین به. معنای پنجم اطلاق بر زمان شده، مثل وذکر بعد امتن، تذکر بده بعد از زمانی. اینجا امت به معنای زمان استعمال شده. عرض می شود که بله اینم معنای دیگری هست بر حیوانات استعمال شده. امت اطلاق بر حیوانات، همه ی حیوانات. عرض می شود که بل می فرماید که اممون امثالکم، اممون این حیوانات همشون. این مفصل بیان کردن که هر طایفه از طیور، حیوانات وحشی، حیوانات چرنده، حیوانات خزنده، هر کدام از اینها سنف سنفشون اینها یک امتی هستن برای خودشون و یه برنامه هایی دارن. مثلا زنبورها هر طایفهشون برای خودشون یک برنامه‌ای دارن باید که اجرا بشه.
حیوانات هر کدام بین خودشون برنامه‌ای دارند آقا اجرا میشه و دستگاه عظمت خیلی توسعه دارد آقا. عجیب غریب دستگاه عظمت حق خالق است آقا، شوخی نیست. چه دستگاه با عظمتی، چه مدیریتی هر میشود که چه عنایتی، من نمیدانم آقا. حیف این خداست که انسان ازش باش ارتباط پیدا نکنه، باش رفیق نشه، دوست نشه. این خدای به این عظمتی آقا عجیب آقا. هر کدام این حیوانات بین خودشون اصطلاحاتی دارن آقا، نکاح دارن بین خودشون حیوانات، رفت و شدی دارن، صله رحمی دارن. عجیب این حیوانات آقا، داستانش را مفصلا اگر خواسته باشن آقایون در لعالی الاخبار عرض شود که اون چیز محمد توسرکانی مفصل نوشته است آقا. خیلی انسان لذت میبرد که عرض شود که چه دستگاهی در خلقت آقا. حال شما همین مورچه ها رو ببینید آقا، چه دستگاهی و چه تدبیری در زندگیشون دارن آقا. خانه های خودشون رو گم نمی کنند آخه، این دوتا شاخ را این بیستینشون از کار میکند بود. چه وضعی آقا، عجیب است آقا. هر می شود به زنبورها آقا، الحاصل آقا، حالا اون دستگاه خلقت برای خودشون جدا. منظور این که حضرت حق جلت عظمتو مدیریت و رب بودنش و اینها فوق العاده است. انسان چی میتواند بگه؟ این قممون امثالکم، حیوانات هم هر کدامشون عرض شود که، و من داستانهایی شنیدم و در ذهنم هم الان هست که حیوانات بعضیشون خیانت کرده بودن، به چه نحو مبتلا شدن، خیانت ناموسی کرده بودن، به چه نحو مبتلا شدن. الحاصل عرض شش معنا این ام اینجا آمد در قرآن. ام به شش معنا، امت به شش معنا استعمال شده، ولیکن اینجا در این آیه به معنای زمان است. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت، اگر متأخر انداختیم عذاب را تا یک زمانی، الا زمانی تأخیر انداختیم عذاب را، این اشخاص معاندین مستحق عذاب بودند، اما ما زمان تأخیر انداختیم عذاب را تا یک زمانی، لیقولون ما یحبسو، میگن که برای چی تأخیر انداخت خدا این عذاب را. حضرت حق میفرماد نه، ناراحت نباشید، عذاب به شما میرسد و مصروف از شما هم نخواهد بود. آقا در تأخیر عذاب مصالحی هست، مصالحی در تأخیر عذاب هست، ما نمیدانیم، خودش میدانه. و آیات قرآن هم در این زمینه عرض شود که اشاره شده است. مثلا راجع به قوم حضرت نوح، خب حالا حضرت نوح مکرر درخواست نزول عذاب کرد برای قومش، مکرر درخواست عذاب کرد، اما روی مصالحی تأخیر می افتاد. تو کار به اینجا رسید که حضرت نوح در مقام مناجات عرض کرد که پروردگارا این قومی که هستن لا یلدون الا فاجرا جبارا، اصلا اینا خودشون که فاسدن، بچه هاشون هم همه به فساد کشیده میشن، اصلا بچه هاشون هم فاسدن، اینها خودشون فاسد و بچه هاشون هم تماما فاسد، متولد نمیشوند مگر جبار و فاجر، فاجرم جبارا، صریح آیه قرآنه. در اینجا دیگه عذاب براشون نازل شد.
که شروع شد از آب زمین و از بو آسمان باران آمدن و عرض می شود که اینها غرق شدند. اون داستان هایی که راجع به داستان نوح هست که نمیخوام اونو عرض بکنم، عرض می شود که تأخیرش شاید برای این بود که مؤمنین از کفار جدا بشن، هم صالحین از فاجرین جدا بشن. یک جهت تأخیر این بوده است. راجع به چیز نقل میکنن مفصل، راجع به امیر المؤمنین در جنگ صفین در یک شب، من خیلی سابق دیدم تو ذهنم، ما حصلش تو ذهنمه که حضرت امیر رفتند و جنگ کردند و در هر شمشیری که میزدن شمشیرها بکر بود تماما، یک نفر را عرض شد که حضرت به درک میفرستادند، به هر شمشیری که میزدند و یک نفر کشته میشد یه تکبیر میگفتند امیرالمؤمنین، هزار تکبیر از حضرت شنیده شد. بعد مالک اشتر رفتند به جنگ و موقعی که رفتن این بزرگوارم هر نفری که میکش یه تکبیر میگفت، 999 تا شد. موقعی که برگشت هر کد که یا امیرالمؤمنین شما و بنده یه نفر فاصله داشتیم، شما 1000 تا من 999 تا. حضرت فرمودن بله، اما یه فرق دیگه هم دارد، هر شخصی که می آمد جلو من تا 70 پشتش را نگاه می کردم، اگر یک مؤمنی در این 70 پشتش بود او را نمی کشتم، او را رد می کردم، تا درو می کردی. فرقش همین است. عرض می شود که پس این تأخیر عذاب است، میام آمده است به جنگ ولایت کلیه، لکن امام رحمتا للعالمین است، می داند که یک مؤمنی در صلب این هست، ولو 70 صلب 70 می شود نه از شبشیر ردش می زند. این راجب حضرت نوشتن مسلم هم هست. راجب حضرت ابا عبدالله از حضرت سجاد نظر هم هست. سوال کردم که چطور کیست این پدر شما که جنگی که می کردن شمشیرشون خیلی جاها یه ضربه بود، یک ضربت ولایت قاعدشین از ها، با یک ضربت هر می شود که حالا شمشیرم که کار نکند اراده امام کار می کند، او را نابودش میکنه با یک ضربت. و چطور شد که خیلی زخمی شدند و ضربت حضرت کار نکرد؟ علتش چی بود؟ حضرت سجاد فرمودند که پدرم نگاه میکردند تا 70 پشت، اگر یک شیعه در صلب این بود زخمیش میکردند که از جبهه بره کنار و مشغول خودش بشه و کشته نشود، برای حفظ اون عرض میشود که مؤمنی که در صلب این هست. تأخیر عذاب برای اینه، ممکن است که اینها مستحق عذاب بودند، ولیکن تأخیر عذاب به روی این در این بله به این مصلحت بود، برای این جهت بود که تأخیر عذاب از این قوم میشد و اینا هم شروع کردن مسخره کردن، هم مؤمنین را شروع کردن مسخره بکنن، هم انبیا و پیغمبران را شروع کردن مسخره کردن. حضرت میفرماید نه ناراحت، حضرت حق میفرماید مسخره نکنید، عذابی که پیغمبرها وعده دادن به شما میرسد و ناعرض میشود که راه فراری هم برای شما نخواهد بود. این ترجمه تحت لفظی این آیه شریفه، ولیکن حالا تأویلی که شده است، تأویلی که در این آیه شریفه شده است این است که مراد از این که انتقام می کشند و مخالفین و معاندین را به جزای خود می رسانند اصحاب امام زمان هستند. تأخیر می افتد ای مشرکین،
ای معان دین، ای کسانی که هرزه هستید در اجتماع، ای کسانی که کدوم از گلیم شرع و شریعت دراز کرده اید و مخالفت کرده اید و انبیا و اولیا را مسخره می کنید، عذاب دامنگیرتون خواهد شد. توسط کی؟ توسط حضرت بقیت الله و اصحابش. توسط او تأخیر میفتد عذاب تا اون زمان، اون زمان عذاب دامنگیر شما خواهد شد. عرض می شود که بله آیه شریفه می فرماید ولئن اخرنا انهم العذاب، اگر تأخیر انداختیم از مشرکین و مخالفین و معاندین و ظالمین عذاب را تا زمان ظهور مهدی، هر آینه اینها می گوید یعنی به چه علت خدا ما را عذابمون نکرد، بدانند و آگاه باشند که عذاب دامنگیر آنها خواهد شد، ولو اینکه مسخره و استهزا کنند. این تفسیر را، خب این تفسیر را کی کرده؟ عده زیادی از بزرگان این تفسیر را کردن. آقا کلینی، نعمانی، شیخ شرف الدین، این بزرگوارها همین معنا را از حضرت صادق روایت کردند. عیاشی، تبرسی از حضرت امام محمد باقر روایت کردند. عرض می شود که علی ابن ابراهیم از امیر المؤمنین، همه این بزرگوارها فرمودن مراد از این امت معدوده از حضرت بقیت الله و اصحاب حضرت هستند. یه دفعه عرض کردم موقعی که نبی اکرم رفتن به معراج، دیدم که اطراف عرش الهی، اولا معراج یکی از مسائل مسلمه حتمیه بین شیعه و سنی است. صریح آیه قرآن است کسی که منکر معراج بشود منکر پیغمبر شده است. لکن معراج بر دو قسم است، بعض یک معراج جسمانی داریم، یک معراج روحانی داریم. معراج روحانی پیغمبر 120 مرتبه اقلش بوده است. معراج روحانیشون را مکرر روایات 120 مرتبه معراج روحانی داشته، اما معراج جسمانیش یک مرتبه 100%. با همین عنصر و جسم هر می شود که عناصر موجودی، هر می شود که ناسوتی، با همین جسمشون که مرکب از اخلاط چهارگانه هست، با همین جسم حضرت سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام و با آیات و دلائل واضحه، این معراج جسمانی این مهمه و همه شیعیان باید قبول داشته باشند و این است که از ضروریات دین اسلامه. خب حضرت موقعی که رفتن به معراج، حالا در معراج جسمانیشون بود یا معراج روحانی، چه عرض کنم، دیدن که اطراف عرش الهی اشباهی هست، مجسمه های از نور، اشباه. امیر المؤمنین خب می شناسم، حضرت زهرا می شناسد، پیغمبر، امام حسن، امام حسین می شناسد، حضرت سجاد فرمی شود. خب یکی یکی امام ها تا 12 تمام این فرمی شود که معصومین اطراف عرش اشباهشون موجوده، لیکن آخر همه یک نفریست که حسن و سیرتش فوق العاده تر از دیگرانه. در روایات متعدد دارد که حضرت بقیت الله طاووس بهشت است، طاووس اهل جنه است حضرت بقیت الله. حالا به چه علت طاووس سون بمانه؟ منظور این که به منزله طاووس عرض می شود که این فوق العاده است، ایستاده است، شمشیرم دست وجود مقدسشون است، از همون شبه نوری که هست. حضرت رسول سوال کرد یا رب
خب اونها رو شناختم همه شنا. من هازل قائم، اینی که ایستاده است کیه؟ حضرت فرمودن که این فمیل جا عرم شود که وسیعه دوازدهمیه، عرم شود که شما و به هازا انتقم ظلم کل ظالمن، هر کسی که ظلم کرده است و انتقام گرفته نشده سو از دنیا رفته است، در زمان این آقا به وسیله این آقا و اصحابش انتقام میگیرم. حضرت حق اول زم با عرض کردم چند شب قبل از این، یکی از القاب ولی از امام زمان منتقم است. منتقم از القاب خاصه امام زمان است. به امیر المؤمنین با وجودی که اشرف از حضرت بقیت الله است، یا پیغمبر که اشرف از حضرت هر می شود که بقیت الله است، نمیتونیم بگیم منتقم. منتقم از القاب خاصه حضرت بقیت الله است. هر ظلمی که شده باشد به انبیا، به اولیا، به مقربین، به سابقین، به مؤمنین حدود مقدس انتقام میگیرن. حالا خودشون یا توسط 313 نفر، یا توسط 10313 نفر، یا توسط متجاوز از 100,000 نفر. لشکرگاه حضرت 16 فرسخ زیر لشکرگاه حضرت بقیت الله خواهد بود. چنین لشکری حضرت تنظیم میکنند و محضرشون مخصوصا ایرانی ها مثل پروانه می چرخند و اوامر حضرت را امتثال می کنند. پس این هم یک آیه از آیاتی که عرض می شود که تعویل به وجود مقدس حضرت شده است. حالا یه داستانی هم عرض بکنم. این داستان را در کتاب ها ظاهرا من ندیدم، این را شنیدم. این را عرض بکنم، به ذهنم آمد عرض بکنم. طورینی عرض می شود این ناقل این حکایتی که عرض میکنم آقای ارنشبت قاصد مهدی لنگرودی، یکی از آقایون قم است که الان در قم هست و پیر مردی هستن مدتی قبل، که یه هندو پاکی هم نوشتن، صاحب همون هندو پاک. عرض می شود که ایشون، ما رفتیم با چند نفر از دوستان از هند آمده بودند در قم خدمتشان، این داستان را اونجا ایشون نقل کردن. گفتم که پدر من از علمای قم بود، ایشون نقل کردن، قاصد مهدی لنگرودی از علمای قم بود. و عرض می شود که صبحی بود دیدم صدا در میاد، رفتم دیدم که یه شیخ از پیر مرد قد خمیده هر می شود با عصا. گفت پدرت اینجاست؟ گفتم بله. گفت برو بهش بگو عبدالنبیه. رفتم گفتم آقا یه پیر مردیست قد خمیده با عصا، میگه که من عبدالنبیم. آقام بلند شد و دوید و گفت برو در رو باز کن و بیا تو. دوید در اتاق رو باز کرد و آمد تو. خیلی احترامش کرد، پدرم اون بالا نشوندش و گفت که بفرمایید. گفتم که خیلی خوب. و به من دستور داد که غذا بیار، نمیدونم چی بیارو، حالا که مرسوم بوده پذیرایی از مهمان. میگفت پذیرایی کردم، نشستم خدمت شدم. پدرم خیلی احترام میکند به این آقای عاشق عبدالنبی. پدرم در آمد گفت که آقای عاشق عبدالنبی، ما با هم رفیقی، میشد یه مطلب را حقیقتش را بر من بگی؟ گفت بله، من غیر از حقیقت چیزی نمیگم. گفت که علتش چی شد؟ خب شما در ردیف من نجف بودم اون موقع ها، اما یادم نمیاد عاشق عبدالنبی را. تو خودت را در عرض اسد ابوالحسن دیدی، رساله چاپ کردی، رساله دم منتشر کردی، چطور شد که یه دفعه رساله ها را جمع کردی و رفتی تو خونه نشستی و در رو خودت بستی؟ این چه قاعده و چه قانونیه؟ چرا این کار کردی؟ اگر اهل نبودی که از اول رساله چاپ نمی کردی؟ اگر اهل بودی چرا جمع کردی و دو مرتبه من در رو خونه در رو کنارگیری کردی و در رو خود بستی؟ علتش چیه؟
گفت حقیقت مطلب از مطلب مهمی سوال کردی، اما میگم چون رفیقون برات میگم. من عرض می شود که فرمایید خودم را در ردیف آسد ابوالحسن می دیدم مدیسه ای و بلکه بهتر. خب رساله نوشتم، اون رساله نوشت، منم رساله نوشتم، مجتهد دیگه. خب مجتهد جایز نیست تقلید بکند از مجتهد دیگری، وظیفه شست دیگه. و همینطوری که بر خودشون واجب میدانند وقتی که مجتهد شد، خب احکامی که استخراج میکند از ادله و براهین به مردم بگه دیگه، وظیفه شه. میگفت منم رساله نوشتم و رقیب آقا ابوالحسن بودم، هیچی حرفی هم درش نبود. تا اینکه یک 5-6 تا مسئله خیلی مهم برام پیش آمد شد، عقیدتی و فقهی، مسائل عقیدتی و فقهی برام پیش آمد شد، جوابش رو نتونستم درست کنم. و خودم هم اعلم از همه میدونستم معنا نداره که من برم از کسی دیگه سوال کنم. همینطور مونده بودم توش این 7-8 تا مسئله را، دلم خودم رو میخوردم که چیکار کنم. یک روز توی ایوان امیرالمؤمنین نشسته بودم، دیدم یه نفر از مرتازین وارد شد و این مرتاز شیعه است، خیلی هم ید طولا دارد و عرض می شود که فوق العاده است. فورا دوید بلند شدم از ایوان، آمدم بیرون و رفتم وسط صحن و هم دیگه رو دیدیم و گفتم که شما چه وقت آمدید؟ گفت من تازه وارد شدم. گفتم تو مهمان امیرالمؤمنین هستی، من یه حاجتی ازت دارم، تو را قسمت بدم به همین مولا من ردم نکن. گفت چه حاجتی داری؟ گفتم من میخوام خدمت امام زمان برسم و یه ذکری بردید، هر به من بگو تا من به قسل میکنی میر بیدی در بیابان، یه خطی بیابان نجف، یه خطی دور خودت میکشی یا مینشینی مشغول این ذکر میشی. گفت خیلی خوب. رفتم این عمل رو انجام دادم و همینطور که تو بیابان سر نشسته بودم و مشغول بودم، دیدم یه آقای آمد، گفت که عاشق عبدالنبی با من چه کار داری؟ گفتم آقا من با شما کاری ندارم، بفرمایید. آقا مشغول شدم. یک دو سه انسان هفتش قدمی که رفت، دیدم که من اصلا برای همین جهت آمدم و چرا این حرف زدم؟ نکند امام زمان باشن و فرمودن با من چه کار داری؟ حضرت بودن. بلند شدم و دویدم پشت سر حضرت. یبن رسول الله، حضرت گوش نمیدن، دارن میرن، لیکن من دارم میدوم و حضرتم آهسته میرن، اما فاصله همون اندازه بین ما هست. تا اینکه من ناراحت بودم و میدویدم، دیدم یه خانه کوخی پیدا شد، خانه حصیری. حضرت رفتم تو خانه، من رسیدم و در زدم، یه پیر مردی آمد دم در. گفتم آقا تشریف دارن؟ گفت بله. گفتم بگید عبدالنبیه. رفت و برگشت گفت بفرمایید. رفتم تو نشستم مقابل حضرت، نتونستم برم جلو، یه مقداری فاصله نشستم، لیکن دیگه هیچی نتونستم بگم. یعنی تمام این 8 مسئله یادم رفت. هرچی فکر کردم که چی بود من میخواستم سوال کنم، یادم نیامد. عجب تعجب کردم، بعد خجالت کشیدم، گفتم آقا اجازه میدید من مرخص شم؟ فرمودن بفرمایید. بلند شدم آمدم بیرون، پامو از خانه گذاشتم بیرون، مسائل یادم آمد. دو مرتبه در زدم، پیرمرد آمدش، گفتم آقا تشریف دارم؟ گفت خیر. گفتم چرا دروغ میگی؟ من حالا تو خونه بودم، آقا بودم دشون، تو میگی نه؟ گفت آقا تو اهل علمی، چرا تهمت به من میزنی؟ از کجا معلوم شد من دروغ میگویم؟ من 20 سال است در محضر حضرت هستم اینجا، به اندازه ای که تو مرا زحمتم دادی، حضرت در این 20 سال به من زحمت نداده. یه دفعه میبینم تشریف دارم، یه دفعه میبینم نیستم. حالا که آمدم بیام دیدم نبودم دشون، چرا به من تهمت میزنی شیخ؟ گفتم آقا ببخشید من اشتباه کردم، معذرت میخوام، پیر مردم، نفهمیدم. گفت بخشیدم، اما از این تاریخ به بعد زبانت رو کنترل بکن.
کن، حواست جمع باشد. گفتم خب ببخشید آقا. گفت حالا نایبشون هستن، میخواید ببینیشون؟ بیا. گفتم باشد نایبشون. رفتم تو دیدم آسد ابوالحسن نشسته. عجب، آسد ابوالحسن جای امام نشسته. یعنی من رقیبشم آخه، خودم اعلم از اون میدونم. اما چون گفت که حالا نایبشونش، گفتم حالا میپرسید مسائل سوال کردن، یکی از پس از دیگری قشنگ جواب داد، خیلی قشنگ جواب داد. خب خوشحال شدم و بلند شدم آمدم بیرون، خداحافظی کردم و از خونه که آمدم بیرون گفتم که این مکاشفه بوده آسده بودن که این طوران نیست که نایب حضرت، اینم نایب خاصی دقنی، نه مکاشفه بوده. بعد گفتم میدونی یا نه، حالا میرم خونه آسده بودن این مسائل ازش میپرسن، اگر همین طور جواب داد خودش بوده، اگر غیر از اون جواب داد معلوم میشد مکاشفه بوده. رفتم اونجا در زدم و خب من هم اصلا مرسوم نبود برم منزل آسده بلحسن به چون خیلی، اما تا رسیدم اطرافیان بفرمید آقای آشقابده نبی بفرمید و رفتم خدمت آسده بلحسن، مسائل یکی یکی سوال کردم، همه را جواب داد، قشنگ مثلی که اونجا جواب داد. هم مسئله هشتم که خلاص شد فرمودن حالا یقین کردی خودم بودم؟ دستشون رو بوسیدم و بلند شدم آمدم گفتم با وجود آقا سزاوار نیست من رساله داشته باشم، رساله ها رو جمع کردم. بودن در بین بزرگان و علما ارتباط با امام زمان داشته باشم، نمیشد الانم نباشد. اگر که ارتباط نداشته باشم نمیتواند، اشتباهات زیاده، مسئولیت ها سنگینه، باید باشد آقا، ارتباط باید باشه. مکرر شنیدم خدا تاییدشون من رهبر انقلاب شبهای چهارشنبه، خیلی از شبهای چهارشنبه را میان جمع کردن، صورت به خاک میبالند در مقابل حضرت، یبن رسول الله کمک بکن، حضرت کمک میکنه، عنایت میکنه. ماها هم همینطور خدا میدانند، ماها هم همینطور گرفتاری داری در خانه امام زمان، یبن رسول الله کمکم کن، بیچارم، گرفتارم، عرض دارم، نمیدونم، هر که هر گرفتاری بلی داره. گفت گر گدا کاهل بود تقصیر خواهم خانه چیز، یبن رسول الله دست ما و دامن شما، ما همه از دوستان و علاقه مندان شما هستیم، اشتباهات و گرفتاری ما زیاد، قسمت میدیم به حق مادرتون زهرا یه عنایتی بفرمایید، در این ماه مبارک همه پرونده های سابق ما را از خدا بخواید بایگانی بشه و یه پرونده جدیدی برای ما تشکیل بشه. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد فرج امام زمان نزدیک بگرد، عاقبت همه ماها ختم به خیر بگرد. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد در دنیا و آخرت دست ما را از دامن ولایت کوتاه مگرد. خدایا قسمت میدهیم به عشقای چشم امام زمان اسامی همه ما را در تمار اصحاب و امثال حضرت ثبت و ضبط بفرما. خدایا قسمت میدهیم به اول مظلوم اول مظلومه که اون چه ما دعا میکنیم همه دعاهای مشروع ما را مستجاب بگردن، عاقبت ما را ختم به خیر بگردن، ذوی الحقوق ما از ما راضی و خوشنود بگردن و صلی الله علیه و آله.